ساعت 21 هر کاری راهی داره. آره خلاصه با جناب عزیز خیلی خیلی خوش آمدید. غذا حاضره. خیلی ممنون. تو پدر بزرگ و مادر بزرگ خالی. آره ایشالا از سفر برگشتن یه بار دیگه همتونو با هم دعوت میکنم. ایشالا خواهر. بچه ها بیای نهار بخوری. صداشون نمیاد چرا؟ بچه های گلم شما کجایین؟ یعنی کجا رفتن؟ برم ببینم چی کار میکنم. مهسا دانا ما تو گلخونه ایم. خیلی قشنگه خب بله بزی ببینم چه بوی میده. خونه در آخه چی کاکتوس رو بو میکنه؟ میکنم بوی خوبی داره. آقا باز هم میخواد اندکه من درد میاره. دانا جان هر گل گیاهی که بو نداره. بو نداره. عجب گلدونای خوشگل و خوش رنگ و لعابی دارین شما. آره خواهر گل و گیاه حرف ندارن. دارین در مورد گیاه های همسر بنده صحبت میکنین؟ بهشون بگو چقدر از راهنمایی های من استفاده کرده. بابا دیدستش بهم سرمش میداد گیاه به جیمی نوشت. خاله چی کار میکنی که اینقدر گل و گیاه قشنگ میشه؟ ازشون خوب مراقبت میکنم دانا جان. فقط همین؟ خب من با گلام حرف میزنم براشون شعر میخونم. مامان هم بیشتر قربون صدقه گلاش میره تا ما. یعنی فقط با شعر خوندن و حرف زدن نقدر خوشگو و خوش رنگ شدن خاله جون؟ نمیدونم. خودت فکر کن ببین گل و گیاها دیگه چی لازم دارن. دانا اگه میتونست فکر کنه که گلاش اینقدر بیرنگ و بو نبودن. چی اصلا اینطور نیست. هست خودت خبر نداری. بله بچه ها بسه دیگه بریم سر میز. غذا سرد میشه از دهن میفته. یه شعر میخونم براتون. یه توپ دارم قلقلیه سرخ و سفید و آبیه میزنم زمین هوا میره. ای دانا تو اینجایی داری چی کار میکنی؟ مامان دارم برای گلام شعر میخونم ولی نمیشه. چی نمیشه پسر عزیزم؟ چرا وقتی خاله واسه گلای شعر میخونه اونا خوشابارن میشه اما گلای من نمیشن چرا؟ باید صبر داشته باشی. خوب آخه از صبح تا حالا 3 کتاب شعر براشون خوندم ولی هیچ فرقی نکردم. ببینم بهشون آب دادی و مثلا کود. کود؟ کود یه چیه؟ حتما خاله برای شادابی گلاش کارهای دیگه ای هم میکنه. فقط به شعر خوندن حرف زدن نیست که. من کارهایی که خاله برای خوشگل کردن گلاش بلدره بلد نیستم ولی خودم راهش رو پیدا میکنم. آره بیا تو هم بخور. بیا ببین فنجان چه قشنگ دونه میخورن. یه چیز درست حسابی بهشون بده بخورن. گلت هم همینجوری نگه داشتی که انقدر بیرنگ و بو بی حالن دیگه. اصلا برو نمیخوام فنجان اون بده نشون بدم. برو بابا. مهسا جانا یه دقیقه بیا اینجا کارتون دارم. اومدیم. چی کار داری ماما؟ بچه ها ما داریم بیرون فرودگاه دنبال بابا بزرگینا. مهسا مراقب دانا باشی. اخ چی و سوقاتی. اچه مامان چه بوی خوبی داره. بچه ها خداحافظ. خداحافظ مامان. فکر نفهمیدم خاله چجوری گلاشا خوشبو میکنه. یه پر رنگشو چی؟
هم حال زورم همین کارو کرده که گلاش اینقدر قشنگه. سلام مامان، آره خوبی، خیلی راحت باشه، مامازنش هستم، خدافظ. چی خواهی مخواهی بخانی؟ ایچی دیگه هر روز از این هر جا میرزم پای گلدون و همه به این میگن گلا دست گلای خاله خوش بودن. آره فکر خوبیه، همین کارو بکنم. بله هر کاری یه فوت و فنی داره، علکی نیستیه. خواهش میکنم خجالتم ندیم. ببین چه کردم من. بگی بیاد. ازاره حیات. به 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 به. هیچ میدونید من خیلی زحمت کشیدم تا شما رو به اینجا برسونم. سلام بچه‌ها. سلام بوسی خوش گذشت. پس دانا کجاست؟ فکر کنم تو اتاقش باشه. بابا زای بزن کمکتون کنم چمدونا رو بیاری. نه دخترم این کارتو نیست. شما رو که نمیدونم ولی ما خیلی دلمون براتون تنگ شده بود. ما هم همینطور. مگه نه آقا مرتضا؟ محسا جون این چای چی شد مادر؟ بیارم ماما. ها؟ صدای دانا؟ چی شده دانا جان؟ گلاب. گلاب چی؟ گلاب چی خوب؟ نفریختی پای این زبون بسته ها که به این روز در اومدم؟ نگاه کن نگاه کن چی کار کردی؟ من فقط چی گفته گلا اینجوری خوشبو میشن پسر؟ هرچه منی بردش ریخته پاشو. آقا اون روز که خونه خاله بودیم حالا خودش بهم گفت ببین گلا گیا به چی احتیاج دارم. من فکر کردم با این کارا میتونم رنگ و بوی گلامو بهتر کنم. نمیدونستم که کار غلطیه. من جواب میدم. البته این که آدم برای پیدا کردن راه حل فکرشو به کار بندازه خیلی مهمه، ولی خب پیدا کردن راه حل خلاقانه و درست به دانش و تجربه و مشورت هم احتیاج داره عزیزم. منم از آقای ناصر مشورت گرفتم اما انگار اون زیاد سرش نمیشه. خاله زهره است دانا، براش تعریف کردم چه اتفاقی افتاده. میگه میاد و گلا رو میبینه. ببخشید آقا رضا، برای آوردن گل افتادین تو زحمت. اختیار دارین، این حرفا چیه؟ سلام خواهر. ببین پسرم خالت برای چی آورده دوتا گلدون خوشگل. اینم یه کتاب نگهداری از گیاهان آپارتمانی، بهتره قبل از هر چی یه نگاهی به این بندازی. چش. ولی من که نمیتونم بخونم. من برات میخونم عزیزم. خاله جان این گلدونا که نمیشه همینجوری تو دست من باشن، اینا رو باید کجا بذارم؟ جایی بذارین که روزا کمی نور آفتاب بهشون بتابه. باشه. ای وای زبون بسته چی شده دانا؟ نکنه یادت رفته بهشون دونه بدی؟ نه از اونو خوردم. خانم مال اون نیست چون فقط یکیشون قش کرده. اضافه کنم من فهمیدم، فکر کنم وقتی بیرون بودم از آبی که به گلا دادم خورده. آخ یعنی مرده؟ نه هنوز نفس میکشه، باید زودتر ببریمش پیش دامپزشک. همش تقصیر منه. حالا خوب میشه آقای دکتر؟ مسمومیتش شدیده؟ نه آقا، مسئله یه چیز دیگه است. ما آزمایش کردیم، مسمومیتی در کار نیست. یعنی از اون معجون عطر و رنگ و اینا نخورده؟ گفتم که مسئله یه چیز دیگه است. یعنی چی آقای دکتر؟ نگران نباش پسر گلم، فقط شما باید خوشحال باشین چون شما به زودی صاحب چند تا فنچ دیگه میشین. شما میخواییم بگین که فنچ؟ بله درسته، چند تا تخم تو شکم این کوچولو هست. شما باید بعد از این بیشتر مراقب اون باشین. آخ جون خیالم راحت شد.